آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم. اون موقع فکر میکردیم قراره که الان همه اتفاقای خوبی که منتظرش هستیم پشت سر هم دیگه بیفته. معلوم شد که تقلب صورت گرفته، گرفتاری که از قبل داشتم هم اضافه شد. یعنی که ما پذیرفتیم که ۸۸ نمیتونه یک رخداد واقعی باشه، فقط میتونه یک نشاندهنده یک پتانسیل زیادی از خشم و نفرت باشه. و اگه رای دادم خودم مسئول میدیدم که حالا برم ببینم که چی شده. رایمون رو دزدیده بودن، دنبال این بودیم که رایمون به کجا رفته و برش کردیم. چی از عناصر انقلاب و از عناصر موفقیت توی حداقل عرصه اجتماعی تخیل کردنه، چیزی که ما نداشتیم. راهی دیگر، حکایتی تازه از جنبش سبز ایران، به زودی از رادیو زمانه.